صبح بخیر، عصر بخیر و شبتون بخیر بچه ها. از وقتی DLC Elden Ring Shadow of the Erdtree منتشر شده، کلی بحث و همهمه واسه پلیه را پیش اومده. یکی از این بحثای داغ اینه که چرا ملنا نقش مهمی توی DLC بازی نداشته. یه بحث علکی و چرت و پرت بچه ها، چرا که هم توی بازی اصلی و هم توی DLC اطلاعاتی از ملنا وجود داره که داستان کاملش رو واسمون روایت کنه، مخصوصا DLC که یه سری اطلاعات جدید از این کاراکتر بهمون میده. بعد از اینکه متوجه بشین داستان کامل ملنا چیه، ممکنه تعجب بکنین. پس بذارین شروع کنیم. بازی اصلی حول 3 پروانه میچرخه و میگن این پروانه ها نماد بچه های ماریکا و ردگان هستن. پروانه نسین داره تازه از پیلش میاد بیرون و نماد میکلاه. پروانه اسکارلت هم خود بازی بهمون میگه از شکوفه باز شده ملنا، ببخشید مالنیا، به وجود اومده. ولی یه پروانه دیگه هم هست، پروانه شعله ور. اولش همه پلیرها فکر میکردن این نماد ملناه، ولی بعد از منتشر شدن DLC گفتن اوه اشتباه میکردیم، این باید نماد مسمر باشه. ولی نکتش اینه که خود DLC یه پروانه تیره جدید رو بهمون معرفی میکنه و میگه نماد مسمر اینه. پس سوالمون هنوز سر جاشه، اون پروانه گدازه‌ایه نماد کیه؟ به نظر میاد نماد همین ملنا باشه. توی اولین نسخه DLC توی توضیحات آیتم مسمر کیندلینگ به وضوح نوشته بود ملنا خواهر کوچیکه مسمره. نوشته مسمر هم دقیقاً مثل خواهر کوچیکترش میتونه آتش افزاری کنه. ملنا خودشو واسه ما آتیش میزنه و در واقع از آتش ملناه که راهمون برای ادامه دادن بازی باز میشه، دقیقاً مثل مسمر که بعد از شکست دادنش از آتیشش استفاده میکنیم تا راهمون برای ادامه DLC باز بشه. پس 100% این دوتا کارکتر به هم مرتبطن، هر دوشون به آتش ربط دارن. ملنا خودشو آتیش میزنه و مسمر از اولش میتونه آتش افزاری کنه. شاید بگین حالا که سازنده ها اومدن این توضیحاتو از توی DLC برداشتن، اصلا چرا باید دربارش صحبت کنیم، حتما مهم نبوده. ولی اینطوری نیست. سازنده ها به خاطر این اطلاعاتو حذف کردن، چون فکر میکردن دارن با این کارشون خیلی اطلاعات بهمون میدن. فرام سافتور دوست داره همیشه راستهای خودشو حفظ کنه و نصفشونو واسه پلیر بی جواب بذاره، ولی با این کارشون داشتن خودشون قشنگ جوابو بهمون میگفتن. همینطور توی DLC کلی اطلاعات دیگه هم درباره داستان ملنا وجود داره. پس بهتر بود حذفش میکردن تا داستان واسه ما لقمه آماده نباشه. توضیحات آیتم ماریکاز بلسینگ بهمون میگه یه زمانی رابطه ماریکا و مسمر خیلی خوب بوده. در ضمن اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتین، با لایک کردنش بهم کمک بزرگی میکنین بچه ها. ماریکا مسمر رو دوست داشته و همیشه کمکش میکرده، ولی یهو این رابطه کلن زیر و رو میشه. ماریکا مسمر رو میفرسته تا سرزمین سایه ها رو به خاکستر تبدیل کنه، چرا که اهالی این سرزمین که هورن سنت ها بودن میان مردم روستای ماریکا رو به قتل میرسونن. حالا چرا ماریکا مسمر رو واسه این کار انتخاب کرد؟ آیا از مسمر میترسید؟ میخواست ازش خلاص بشه؟ اینجاست که ملنا میاد تو نقش. بازی چندین و چند بار بهمون میگه ملنا یک انسان کامل نیست و یک نیمه شبهه، فاقد بدنه. ولی بازی هیچ وقت بهمون نمیگه چرا نیمه شبهه، هیچ اطلاعاتی بهمون نمیده، تا اینکه DLC اومد بیرون و توی نسخه اولیه بهمون گفت ملنا میتونه از قدرت آتش استفاده کنه و خواهر کوچیکه مسمره، مسمری که در آتش افزاری نظیر نداره. توی جهان Elden Ring فقط یه نفر این پتانسیل رو داره که بدن دمیگات ها رو با شعله خاصش برافروخته کنه و واسه همیشه اونا رو بدون روح رها کنه، بدنشون رو از بین ببره.
شاید این ویژگی ها به شعله فلگاد بخوره، ولی شاید این کار مسمر بوده. ولی نمیدونم آیا خود مسمر میاد خواهر کوچیکه خودشو بین روز میندازه یا نه. داستان مسمر به همون میگه مسمر خیلی به اعضای خانوادش اهمیت میداده. یعنی مسمر میره ملنا رو با شعله خودش میسوزونه و بدنش رو از بین میبره؟ نه، خیلی به مسمر نمیخوره این کارو بکنه. ولی این اصلا مهم نیست. مهم اینه که الان میتونیم یه حدسایی بزنیم که چرا ماریکا از کمک کردن به مسمر پشیمون میشه و چرا ملنای بازیمون یه نیمه شبهه. بازی بهمون میگه بعد از اینکه ملنا تبدیل به یک نیمه شبه میشه، مامان خودش دقیقا داخل ارتری بهش یه ماموریت میده. این که ملنا داخل ارتری با مادر خودش صحبت میکنه یه تئوریه، ولی میتونیم یه مدرک واسش پیدا کنیم. اگه توی منطقه‌ای که با گادفری میجنگیم وایسیم و از اینجا به ارتری نگاه کنیم، میبینیم که یه سری نشونه های سوختگی خیلی قدیمی روی تنش وجود داره، انگار یکی سوزوندتش. حالا نظریه ها، یکیش اینه که مسمر یهو ناخودآگاه به هر دلیلی که نمیدونیم از کوره در میره و آتیشش منفجر میشه و تنه ارتری به اضافه ملنا که داخلش وایساده بوده رو ناخواسته مورد هدف قرار میده و اینطوری ملنا بدن خودشو از دست میده. نظریه بعدی هم اینه که بعد از اینکه این شعله به بدن ملنا برخورد میکنه و میسوزونتش، ملنا با زور و زحمت میره داخل ارتری و اونجاست که مادرش بهش مأموریت میده تا بشه میدن یک تارنیشت که ما باشیم. اینطوری اگه بهش نگاه کنیم پس معنی میده که چرا ماریکا دست از کمک کردن به مسمر بر میداره. چون زده خواهر خودشو ناخواسته از بین برده. یه مدرک دیگه هم هست که ثابت میکنه مسمر و ملنا خواهر برادرای دو قلو هن. اونم چیزی نیست جز تلسمشون. بازی بهمون میگه دو قلوهای سرزمین میانه دقیقاً برخلاف هم دیگن، تناقض دارن. مثلا در مورد میکلا و مالنیا میبینیم که میکلا به خاطر تلسمی که دوچارشه تا ابد جوان باقی میمونه، در حالی که تلسم مالنیا اینه که به استطرات دوچار باشه و کم کم از بین بره. این تفاوت‌ها و شباهت‌ها رو میتونیم در مسمر و ملنا هم مشاهده کنیم. مسمر به تلسمی دوچاره که در چشم راستش خونه داره، در حالی که تلسم ملنا در چشم چپشه که آخر بازی هم اینو متوجه میشیم. هر دوشونم یه جورایی محدود شدن، مسمر توسط خود گریس و ملنا توسط این نشان تیرهی که مثل پنجه میمونه و روی چشمشه. انگار این دوتا برخلاف هم دیگن. تازه توی ویدیوهای قبل از DLC به تئوری اشاره کردیم که میگفت ملنا همون گلومایت کوینه، ملکه تیره چشم. اگه ملنا واقعا خواهر کوچیکه مسمر باشه یا حتی این خواهر دو قلوش باشه، پس این به این معنیه که ملنا در همون زمانی که گلومایت کوین توی سرزمین بازی زندگی میکرده حضور داشته. و بازم این نکته برخلاف مسمره. شعله مسمر قرمز براقه و مسمر اونو کوچیک میشماره، در حالی که شعله ملنا همون شعله سیاه گلومایت کوینه که باهاش خدایان رو به کام مرگ میکشونه. هر دو مثل همن، ولی همونطور که میبینین تفاوت و تناقض توشون موج میزنه. به نظر میاد مسمر و ملنا واقعا دو قلو باشن. اینطوری قضیه معنا پیدا میکنه و هم داستان ملنا، هم داستان مسمر و هم داستان گلومات کوین کامل میشن. اگه این دلایل واسه تون کافی نیست، بذارین به وقتی اشاره کنیم که ملنا ما رو به راوند تیبل هولد میبره. ما دست ملنا رو لمس کرده و سپس وارد راوند تیبل میشیم. دقیقا مثل وقتی که میایم در منطقه ماگ دستی که توی پیله هست رو لمس میکنیم و یهو وارد سرزمین سایه ها میشیم. شاید این کسی که توی پیله هست واقعا میکلا باشه، چرا که میکلا و ملنا خواهر برادرای تنی همدیگه به حساب میان و تعجبی نداره قدرت هر دوشون مثل همدیگه باشه. یه نکته دیگه هم موهای ملناه.
همونطور که میدونین بچه های ماریکا و ردگان بیشترشون موهای قرمز دارن، پس وقتی میبینین ملنا موهاش به جای قرمز صورتیه، شاید با خودتون بگین ملنا اصلا بچه ماریکا و ردگان نیست، ولی صورتی سایه روشن قرمزه. ممکنه ملنا هم ژن موهای ماریکا و هم ردگان رو به ارث برده باشه. ترکیب طلایی و قرمز میشه صورتی سایه روشن موهای قرمز ردگان. پس شاید بشه گفت ملنا بچه ماریکا و ردگانه. ولی خب حرف از گلومایت کوین شد. به نظر میاد این گلومایت کوین یه ربطایی به سرزمین سایه هم داره، چرا که میشه دید والگر ملشاز که از دشمنای دیلسیان میتونن از اینکانتیشنای دستن دس استفاده کنن، اونم توی سرزمین سایه ها. ما فکر میکردیم اینا یه زمانی به ملیکس ملحق میشن و ملیکس این قدرت رو بهشون میبخشه، ولی بازی بهمون میگه این دشمنا اهل یه سرزمین دیگه هستن، پس امکانش هست که این دشمنا یه زمانی جزو نیروهای ارتش ملنا که همون گلومایت کوینه بوده باشن و بعد از اینکه بدن ملنا از بین میره هم به ملیکس ملحق میشن، محافظ مامان ملنا، محافظ مامان ملکشون. یه دلیل دیگه که بهمون میگه مسمر و ملنا به هم دیگه ربط دارن همون تلسمیه که محدودشون میکنه. وقتی تلسم این دوتا کارکتر از بین میره دوتا اتفاق میفته و هر دوی این اتفاقات رو هم میتونیم در چشمان این دوتا کارکتر مشاهده کنیم. باقی مونده یه تلسمی که بهش دوچار بودن. وقتی ملنا چشمش رو باز میکنه رنگ چشمش تیره هست، مثل ملکی تیره چشم گلومایت کوین. توی چشم مسمر هم میتونیم نشونه ماری که داخلش رو ببینیم. یه دلیل دیگه که ثابت میکنه این دوتا به هم دیگه ربط دارن، کم کم دارم باور میکنم این دوتا واقعا دو قلوان بچه ها، و این تنها رازی نیست که سرزمین سایه ها واسمون رو میکنه، رازهای بزرگتری هم هستن. من قبلا درباره 8 از این رازهای شوکه کننده ویدیو درست کردم که با کلیک روی صفحه میتونین ویدیوشو تماشا کنین. توی ویدیو بعدی میبینمتون. فرول.